سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا قسمت سوم نیمه شبه. در این چند روزی که گذشت میدونم خیلی از خانواده ها درگیر کنکور سراسری بودن. یه صحبتی دارم با کنکوریای عزیز. اگر به هر دلیلی کنکور رو جن زدید، خراب شدید، هیچ اشکالی نداره. این فقط یک فصل از هزاران فصلی که شما در زندگیتون دارید. پشت سر بذارید، برید سراغ مراحل دیگه زندگیتون. یه صحبتم با پدر مادرای بچهای کنکوری دارم، برید سراغ یه بچه دیگه. از این دیگه هیچ چی در نمیاد واقعا. شما دیدید دیگه این کنکورشه، همش میگم کنکور کتابخونه میرفت با دوستاش عیاشی و اینا. این بچه عیاشه، کاملا مشخصه، به درد زندگی کردن نمیخوره. فرصت دارید، یک سال فرصت دارید از الان که یه بچه دیگه و این بچه رو پشت سر بذارید در واقع و برید سراغ بقیه فصول زندگیتون. شب اومده با امیر حسین قیاسی، گیر میده به خبرهای فرهنگی و سیاسی. کاری کنم این جوکر جر بخوره دهنت، داری میخندی با همه سلولای بدنت. همه به هم میگن چقدر این برنامه خفنه، حتی طرفدار من شوهرمه یه زنت. بهت میگه بشین ببین یکی دوتا قسمت، توی تاریخ کمدی جا بدان از اسمم. وزیر، وکیل، فوتبالیست و بازیگر و شهردار، همه میشن سوژه اینجا با کمک افشار. مافیای کمدی ان حسین ممدوس علی قریب، خوراکشون خبرای داغ و تازه ولی عجیب. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. و اما بشنوید از انتقال کراش طرفداران آقای محمد رضا گلزار از روی ایشون به روی آقای جواد نکونام. برای دوستانی که نمیدونن کراش یعنی چی، کراش یعنی شما یه نفر رو بخوای. آقا من متوجه نمیشم، شما اینو براتون هیچ فرقی نمیکنه دیگه ها، هر کی باشه اوکی. جواد نکونام آخه نمیده، باز گرزا خیلی جالب بود، بور، چشرنگی، نمیدم زاویه فک، هیکل، موسیقی، لبا اونجوری. چی؟ آقا گرزا ازدواج کرد ها؟ ازدواج کرد؟ مبارکت باش آقا رضا گرزا، یعنی باز یه دونه ستاره هم نداشتی؟ تو را هم بر میکنی نه؟ یک ویدیو اخیرا منتشر شده از آقای شهرام جزائری، مفسد اقتصادی درجه یک دهه 80. این درجه یک چیز خوبی نیست، یعنی صرفا بالاترین رده رو بین مفسدان اقتصادی داشتن تو اون دوره. ایشون توی زندان دارن کباب میزنن. صحبتی که من دارم با شهرام و دوستان، خواهش میکنم فیلم نگیرید از کاری که میکنید، زایستی که آبا داری میزنید. چرا فیلم میگیری آخه؟ بلاگری من یه تو فیلم میگیری از این قضیه؟ خواهی معروف شی، اصلا معروفی دیگه، واقعا زشته. بعد از این طرف هم زشته که آقا شاید یه ده توانایی اینو ندارن که مفسد اقتصادی شند بیان زندان کباب بخورن. حسرت این کباب به دلشون میمونه، زایستی بابا رعایت کنید تو رو خدا. الان منتظرید که مثلا ما با قوه قضاییه شوخی کنیم، آره؟ یعنی دیگه ما رو در اون صد نویه که ما یهو بیاییم با قوه قضاییه شوخی کنیم. خیلی عجیبه واقعا. اصلا خیلی ها با من میگن آقا شما چرا با قوه قضاییه شوخی نمی کنید؟ الان شما بگید کی میگه؟ الان بهتون میگم کی میگه. نیمه شبا میبینم خیلی باحاله، فقط نمیدونم چرا با قوه قضاییه شوخی نمی کنه. برنامه خیلی خوبیه، پاش با قوه قضاییه بیشتر شوخی کنه. نیمه شب؟ همون برنامه‌ای که با قوه قضاییه شوخی نمی‌کنن؟ نه من نمی‌بینم. اصلا من نمی‌بینم آقا. مامان، چرا اینا با قوه قضاییه شوخی نمی‌کنن؟ دوستان باور کنید شوخی با قوه قضاییه اونقدر راحت نیست. چرا؟ چون هر ارگان دیگه از شما خواهد شکایت کنه میره قوه قضاییه. یعنی خود رئیس جمهور هم خواهد شکایت کنه میره قوه قضاییه شکایت می‌کنه. این وسط شما فرصت داری خودتو بزنی به دیوونگی، به اون را پاچه خالی کنی، یه نامه غلط کرده می‌نویسی فلان اینا، قضیه رو یه جوری با ریسه می‌نویسه. ولی قوه قضاییه خودش بیاد سراغت، یه میاد سراغت، این فرصت برای هیچ کاری نداری. پس ما با قوه قضاییه شوخی نمی‌کنیم.
درود بر همه کسایی که زورش به هر طریقی از ما بیشتره. شهردار یکی از شهرهای مکزیک برای طلب نعمت با یک کروکودیل ازدواج کرده. بعد شما نگاه کنی فیلمو دو سه بارم کروکودیل رو ماچ میکنه. آخه برای طلب نعمتی که دیگه احتیاج نیست ماچش کنی. اگه ماچش کنی یعنی برای طلب نعمت نیست، بعدت هم نمیاد. حالا بگذاریم به ما ربطی نداره. ولی کلا ما داشتیم نگاه میکردیم که خیلی ازدواجای عجیبی، یعنی یکی با کروکودیل ازدواج میکنه، یه نفر یه عروسک بافته برای خودش، مثلا با اون عروسکی که بافته ازدواج کرده، یه نفر با پیتزا ازدواج کرده، یه نفر با خودش ازدواج کرده. اینا همه ازدواجه. یه نفر با محمدرضا گلزار ازدواج کرده. اصلا چه خبره تو این دنیا؟ به کجا داریم میریم ما؟ یه خبرم داریم در مورد همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران، به این صورت که همسر ایشون هر موقع از مترو استفاده میکنن در مورد مترو به ایشون گلایه میکنن که آقا دستفروش توی مترو زیاد هست. حالا گلایه شاید در این راسته است که دستفروش زیاد هست، من پول ندارم خرید کنم از این دستفروش ها. چون من واقعا نمیدونم جایی گلایه در مورد دستفروش کجاش میتونه باشه. دستفروش واقعا بهترین اتفاق متروه. 20 تومن مغازه رو نمیدن 10 تومن که میدن. مرد عنکبوتیشو نمیچسبه به شیشه که میچسبه. 10 تا تلمبه با 4 تا بادکنک نمیدن 1000 که من نمیدونم. جورابا همه نانو نیست، ضد آب همه هست دیگه. آقایون خانوما صدا نمیکنن که مشیت مو دست فروشه مترو چیه دیدی؟ در هفته ای که گذشت آقای هانی کرده از خوبان ایران سر تمرین استقلال حاضر شدن. آقای حجت کریمی سلبریتی مدیر عامل پرسر و صدای این روزهای استقلال گفتن که هواداران استقلال منتظر بمب خبری دیگری باشن. فکر کنم میخواد وحید مرادی رو برگردونه یا مهدی گاوزن رو مثلا بیاره سر تمرین. بمب خاصی ما تا حالا ندیدیم. واقعا من بیشتر از این نمیستم با آقای هانی کرده شوخی کنم. ایشون رفتن سر تمرین استقلال، یه سری هوادارا رو کتک زدن، اینا که پشت سر حجت کریمی هیچی نگید. من نه با حجت کریمی نه با هانی کرده نمیتونم شوخی کنم. اینقدر هی نگید که آقا چرا این برنامه با هانی کرده شوخی نمیکنه. شاید بگید کی گفته که این برنامه چرا با هانی کرده شوخی نمیکنه. الان بهتون میگم. از وقتی که مطمئن شدم که درباره هانی کرده چیزی نمیگن دیگه نمیبینم. برنامه خوبیه. ای کاش هانی کرده رو یه مقداری بیشتر باش شوخی کنم. آقا برنامه‌ای که از هانی کرده نگن اصلا ارزش دیدن نداره. مامان چرا اینا در مورد هانی کرده چیزی نمیگن؟ واقعا درخواست عجیبی دارید. من این قرار باشه بین شوخی با قوه قضاییه و هانی کرده کدوم انتخاب کنم، حتما شوخی با قوه قضاییه رو انتخاب میکنم. چون باز اونجا یه قانونی هست، تو هم قانون جواب هانی کرده که میاد بالا سر آقا. نه یا تو رو خدا، من به خدا یه مجری ساده نفهمم. بعضی موقع این آشغالا یه چیزایی مینویسن، من میگم من یه عروسه، من یه توتی هم که این کلمات این کسا علی قاسمی حسین این برو سراغ اینا، من هیچم. آقای علی پروین اسطوره عزیز پرسپولیس گفتن که مسی ان شاءالله 200 سال زنده باشه، ولی بعد از اینکه مرد باید مغزشو درآوریم ببینیم توش چیه. مسی یا مارادونا؟ مسی، مغز کل این دنیا، کل تاریخ. اصلا میگم مغز مسی رو باید درآورن، خدا کنه باطن اومدو 200 سال زنده مرد درآورم تو این مغز چیه. حالا مغز مسی رو که خیلی سخته ما بخوام بهش دسترسی داشته باشیم و درآوریم ببینیم توش چیه، ولی رضا پرستش بدل ایرانی مسی هست، اینو میتونیم در نیاز نیست 200 سال زنده بمونه. همین الان میتونیم در ببینیم تو چیه. اصلا خیلی به ما میگم می آقا شما چرا مغز رضا پرستش رو بررسی نمیکنید تو برنامه نیمه شب؟ حالا دوباره میگی کی گفته؟ الان به تو میگم چی گفته. واقعا تو مغز رضا پرستش چیه؟ برنامه خوبیه. کاش مغز رضا پرستش رو یه مقدار بیشتر نشون بدن. راست این هفته برنامه نیمه شب میخوان مغز رضا پرستش رو نشون بدن؟ چرا نیمه شب مغز رضا پرست رو نشون نمیده؟
اخیرا هم یه خبری از آقای رضا پرستش خیلی وایرال شده که ایشون با 23 زن اهل کشورهای مختلف چیز شدن و مثلا فریب شدن به هوایی که من مسی ام و اونا هم فریب خوردن. خب تو این قضیه که دیگه اینجا مشخص میشه که تو مغز رضا پرستش چیه، این چه دیگه معلومه. خب ما باید بریم در بریم مغز اون 23 تا زن ببینیم تو مغز اونا چیه که نتونستن تشخیص بدن که این مسی. آقا میذیش یه شوت بزنه، تو این شوتو بزن اگه خوب بود با هم بریم. من اصلا منطقی نیست تو اینو با مسی اشتباه بگیری، یعنی اگه گردن به پایین اصلا ریشاشو مسی زد دیگه این شبیش نه، گردن به پایین اینقدر شیشه هم داره، چی فکر کردی مسی آخه؟ حالا باز بدل مسی خوبه، باز من اینو درک میکنم یه شباهتایی داره. یه دونه بدل رونالدینیو داریم توی ایران شبیه رونالدینیو، اخلاقش بزنه شاید شبیه رونالدینیو، اونم زیاد ببینیم با هم ویدیوشو. مرسی. رونالدینیوی انزلی شما؟ درست نجی رونالدینیوی انزلی، کپ رونالدینیو همه میشناسن کل ایران. چه کارهایی کردی به عنوان رونالدینیوی انزلی؟ من رکورددار کل ایرانم، 120 تا خمر خام خوردم، ماهی کپور زنده. مرغ چی خوردی؟ خام ماهی کپور زنده، روغن قایق موتوری، زغال 3 کیلو 220 اسکمو 10 تا یک زن، شیرجه تو آب یخ، شیرجه تو بر. واقعا اگه دنبال این که مغز کسی رو در بیارید، من این مغز رو پیشنهاد میکنم، رونالدینیو ایرانی. آقای یاسان که تمام بیلبوردهای شهر رو پر کرده در یک ماه گذشته، بالاخره کنسرت گذاشتن. این کنسرت با شکوه رو لحظاتش رو با هم دیگه ببینیم. گل شب بوی من عاشق کم موی من، اصلا بیارت میگی کچم نمیده. حالا سبک من نیست این موسیقی، سبک من اینو که میتونم بگم این توهین حساب نمیشه دیگه. من ترجیح میدم اگه قرار حالا بلیط یه نفر مثلا من هدیه داد به هر طریقی شانسی داشتم از دم در اونجا رد میشدم یهو رفتم تو پام لیس خورد و اینا، ترجیح میدم شما مثلا آهنگای یکی دیگه رو بخونی. این حالا ترجیح شخصی منه. یه ویدیوی دیگه اصلا اومده بیرون این کنسرت، گفتن سولد اوت شد و همش فروش رفت و اینا، اصلا خالی سالن کامل. من یه داستانی تعریف کنم، تو تلگرام و اینا خیلی باب شده، میگفتن که نانسی اجرم یک روز به ایرانی ها توهین کرد و یک ایرانی تمام بلیط های کنسرت او را خرید. نانسی که وارد سالن شد دید که تمام سالن خالی است. ایرانی با حیوانات خانگیش وارد شد و گفت برای اینها اجرا کن و دیگه به ایرانی ها توهین نکن، و آن ایرانی کسی نبود جز پروفسور سمیعی. داستان دروغه ها، ولی واقعا بعد ببینیم یاسان به کی توهین کرده که انقدر سالن خالیه. یک شرکت لبنیاتی هلندی اومده ابتکاری به خرج داده، روی هر شیشه شیر اسم اون گاوی که اون شیشه ازش گرفته شده رو نوشته. حالا چه کاریه مثلا اسم بذاریم روی حیونا؟ حالا مثلا روی این شیشه شیره نوشته سارا و مینا، مثلا اسم گاوا سارا و مینا بوده، این شیشه رو ازش گرفته، به ما ربطی نداره این روش بوده. واقعا بعدش ببینید خود تسری بده بقیه محصولات خیلی ضایع میشه. مثلا این چرمی که ما میپوشیم چرم تمساحیه به اسم غلام که در دریای کارائیب زندگی میکنه، یا این عسلی که میخوریم گیه زنبوریه مثلا به اسم هاز مثلا کجا زندگی میکنه، یا این انبرنسایی که ما دود میکنیم انبرنسای مثلا الاغیه به اسم افشاه که مثلا در روستای فلان زندگی میکنه، یا این روغن بچه‌ای که ما مثلا میگیریم روغن کودکیه به اسم آرشام که واقعا آن میگن که روغن بچه رو از خود بچه نمیگیرن. اینم یه کلاهبرداری دیگه ای بوده که من فکر میکنم آرشام کوچولو رو مثلا میدونن تو دستگاه روغنش. خیلی دارک شد. دیدید بعضی وقتا حتما خودتون از این رفیقا دارید که مثلا یه ویدیویی برات میفرسته رفیقه، نوشته ویدیوی فارسی حرف زدن رونالدو، بعد باز میکنی یه صدای مثلا ناهنجاری پخش میکنی تو خانواده آبروت میره و اینا. یک ویدیویی از یک معلم عربی نسبتا معروف اومده بیرون که داره همون صداها رو خودش در میاره.
انسانی رو جلد 12. رو جلد 12. گفتم کام. پس مازیش بشه گل نه، امرش میشه گل نه. ما مازیش بشه خف نه، امرش میشه خف نه. پس هن نمیشه خف نه، امرش نمیشه. چی شد؟ واقعا نمیتونم تصور کنم که این تکنیک ها سر جلسه امتحان به چه دردی میخوره. یعنی ممکنه یه نفر از این استفاده کنه و یه تستی رو حل کنه. میگن خداحافظی خیلی سخته، چرت و پرت میگن خداحافظ.